آدرس توییتر ما میهن تیوی وان. درود به میهنان ارجمندم، درود به یاران و همراهان گرامی برنامه شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنایی های آن، و نیز درود گرم به جناب سعید بهبهانی و یاران و دستندرکاران میهن تیوی که رسانه ایست که با تمام توان خودش ولی در حد امکان و توان خود کوشش می کند در شرایطی که سرزمین گرامی ما ایران متلاطم است، ما را در جریان روشنایی ها و حقایق قرار بدهد. و من خوشحالم که در کنار شما، در کنار همکاران میهن تیوی، در کنار یارانی که در این رسانه فعالند هستم. در برنامه 21 یا 21 گذرگاه در شناخت هویت ملی خود هستیم تا بدانیم نبود این هویت چه فاجعه گرانی رو بر سر ملت بزرگ ایران و تمام اقوام گرامی اون آوار کرد، از کرد و لر و فارس و ترکمن و بلوچ و خراسانی و گیلک و مازندری و سیستانی و همه و همه. و الان ما شاهدیم که در خوزستان چه خبر است و چه آواری بر سر هموطنان گرامی خوزستانی ما، اقوام مختلفی که در اونجا زندگی می کنند، به خصوص عربهای خوزستانی و لورهای بختیاری، دارد فرو می ریزد. روزگاری آخوندها شم رو سمبل آن کرده بودند که آب رو بر روی قهرمانان تاریخ اسلام و تاریخ آخوندها بست، یعنی حسین و یارانش. حالا حقیقت چه بوده است باید فارغ از منبرهای آخوندی دنبال کرد و دید. ولی اگر تمام اقراق‌های ملایان رو باور کنیم، باید ببینیم شمر در روزگار ما چه کسی است و کسانی که در جایگاه قهرمان مظلومیت ارائه شده توسط ملایان نشستند چه کسانی هستند. جای شمر و طرف مقابل با حکومت آخوندها و اسلام حکومت کرد و جای مردم خوزستان و فردا سایر نقاط ایران با کسی که شمر بر روی اون آب رو بست عوض شده است. من علاقه ای ندارم که از اسطورهای مذهبی استفاده کنم. خود ما به اندازه کافی اسطوره داریم، ولی لازم دانستم در مقدمه برنامه بگویم و درودی نیز به مردم دلاور و رنج کشیده خوزستان، هموطنانی که برای من و همه ایرانیانی که ایران رو دوست دارند با همه مساویند. ما هم از درون تاریخ، حتی تاریخ اسطوره‌ای خودمون در اومدیم. مام و باب اولین ما آن است که فردوسی در شاهنامه رقم زده، رودابه و زال و رودابه فرزندان متعدد به دنیا آورد. کرد و لر و ترکمن و بلوچ و مازندری و تالشی و عرب خوزستانی و لر بختیاری و قشقایی و الی آخر. بنابراین همونطوری که به قول تولستوی
میگه تمام سرزمین پهناور روسیه ادامه روستای کوچکی است که من بر آن به دنیا آمدم و همه رو دوست دارم. برای من به عنوان یک ایرانی، ایران از جنوبی ترین نقطه تا شمالی ترین و شرق و غربش با همه اقوامش سرزمینی است که برای من ادامه یافته دل من است. و باید گفت و یادی کرد از شاعر ارجمند حسین مسرور، استاد بزرگ، مترجم، نویسنده، فردی میهن پرست و شاعر که در کتاب‌های درسی شعر او را به ما آموختند و من دیروز به یاد مردم خوزستان با آهنگی زمزمه کردم. سلام من به خوزستان، پیام من به سامانش، به بهمن شیر جوشان و به کارون خروشانش. هلا ای ملک خوزستان، تو آنستی که دیدستی سکندرها و قیصرها و لشکرهای جوشانش. اگر از حول قیصر بند شادروان گسست از هم، بدیدی دست و پا در بند آخر زار و گریانش. بادا که جلادانی که نمایندگان این حکومت ننگین هستند روزی به زیر پای اراده ملت ایران و مردم خوزستان بیفتند و ما جشن ملی رو دست آغوش و دست در دست جشن بگیریم، آن روز خواهد آمد، در آن شک نکنیم. پس برویم بر سر بحث خودمون، هویت ملی، که من جمله اگر خوب بتوانیم به روشنایی‌هایش پانهیم، خواهیم دید که عرب خوزستانی و لور بختیاری و کرد کردستانی و بلوچ بلوچستانی و کویر نشین بیابانکی و آن که در کرمان و اصفهان میزید و سراسر ایران، ما شهروندان ایران شهر هستیم. و اگر این هویت پر رنگ بود و روشنفکران ما درک کرده بودند و نمایندگان سیاسی ما، امروز ما در این گرداب متلاطم خرافه و ارتجاع و کثافت و دروغ و حقه‌بازی آخوندها فرو نرفته بودیم. ولی ایران بر جاست و ملت ایران بر پاس و دیر نشده است. باید درک کنیم. در آغاز برنامه تاکید بکنم که 4-5 تا ایمیل و نامه برای من اومده که تأکید کردند، به خصوص 2 ایمیل از ایران، که چرا میخواهید زود از سال 57 بگذرید و برگردید به قرن 4. من چند خطیشو براتون میخونم. بعد از سلام و درود و ابراز محبتی که من شرمنده محبت دوستان هستم، دوستی مینویسد، اختر میم از اصفهان: جناب یغمایی، شما چرا میخواهید، دارم خلاصه نامه رو میخونم، نامه مفصل، در برنامه‌ای که قول دادید داستان سال 57 رو به پایان ببرید، با اینکه من تمام این برنامه ها رو به دقت چند بار گوش میکنم و میدانم که باید از آغاز تا پایان رو شناخت، ولی ما الان در شرایطی هستیم که ماجرای سال 57 هنوز وجود دارد و من که در ایران هستم میبینم که کسانی هنوز دل به این امامزاده بستند که گویا اسلامی دیگر میتواند سر برآورد، به خصوص کسانی که ادعای روشنفکری مذهبی میکنند و میخواهند یک نوع اسلام سیاسی دیگر را ارائه کنند. بنابراین لازم است هرچه بیشتر در سال 57 و وقایع و روشنفکرانی که آن زمان شما اشاره کردید، از نمونه خانم هما ناطق و آقای براهنی و بقیه و شاعر خوب جناب نعمت آزرم، بهتر است باز هم بیشتر روی اینها تاکید بکنید تا ما بدانیم که آن زمان چه خبر بوده و چطور فکر میکردن، زیرا الان هم عده‌ای همینطور فکر میکنند
و میگویند که اگر که آخوندها بد کردند و خمینی بد کرده است، ولی اسلام چیز دیگری است و این یک هویتی است که اگر از دست برود ایران در خطر میافتد. این نامه بر این روال تقریبا 4 صفحه آچار هست که روی مسئله تاکید کرده و خواسته که بحث رو در سال 57 ادامه بدیم. من هم که فکر کردم دیدم درست همین است، بنابراین تا موقعی که بحث به نقطه ای نرسد که بار خودش رو بده، یعنی 2 یا 3 برنامه دیگه اگر لازم باشد روی این بحث من تاکید خواهم کرد. ببینید دوستان گرامی، در 2 برنامه 19 و 20 که من تاکید میکنم این برنامه ها رو بشنوید، به خصوص با تاکید این دوستان که میگویند در ایران هنوز نمونه هایی هست که تبلیغ هویت اسلامی رو بر عهده خودشون دارند به عنوان مسئله سیاسی. تاکید میکنم هویت اسلامی میتواند انتخاب باشد، برای من انتخاب نیست. من سال هاست از این هویت دور شدم و اون رو نمیپسندم، درست نمیدونم، ولی به عنوان یک انسانی که به دموکراسی معتقدم که مصر و اروپا اعتقاد شخصی آزاد اگر مزاحم زندگی اجتماعی نباشد. ولی تأکید میکنم که ما توجه داشته باشیم که آنچه در سال 57 پیش آمد الان که ما از اون دور شدیم قابل شناخت برای بخشی از ما شده است. بعد از 43 سال و یک تجربه عملی و من تأکید کردم آری میتوان به خاطر آزادی و دموکراسی جنگید، مبارزه کرد، ولی باید قضیه رو اول شناخت، نه اینکه همونطور که اشاره کردم ما به مثابه روشنفکران ولایی واقعا تأکید میکنم هم چپ ما، و خواهش میکنم کسانی که نقد دارند حتما تیز و تند از حرفهای من نقد خودشون رو بنویسند. روشنفکر چپ ما گرایش به کمونیسم بیش از این که ادراک درستی از شرایط ایران داشته باشه، روشنفکر چپ ولایی جان بر کفی بود که مادر در اون سوی مرزها ایران در شوروی بود یا چین و دیدیم به هیچ جایی نرسید و الان بعد از 43 سال متاسفم که بگویم هنوز هم بخشی ولایی هستند، زیرا به نظر من دردی ندارند. زیرا اگر دردی باشد و مثلا چشم بر رنج مردم خوزستان ما داشته باشیم و متحد باشیم به این میهن و فقط یک لباس سیاسی نپوشیده باشیم که خودمون رو خلاصه توجیه بکنیم، عوض خواهیم شد. و نیز به دلیل همین ولایی بودن، چه در چپ به اصطلاح سوسیالیست کمونیست از نوع روسی یا چینی، به هر حال بزرگان این مکتب در عالم سیاست ماو ستونگ و لنین بودن و برای خیلی ها استالین، در رابطه با مسلمان هم همینطور ولایی بودند. از محمد حنیف نژاد، چهره پررنگ مجاهد، تا بقیه نمیدونستند که چه خبره، اندرونه چیست، و اساسا این تفکر تاریخ ایران رو با خون آلوده و آخون زاده تفکر اسلامی از آسمون نیفتاده، رافت دادن اومدن. هنوز هم ما میبینیم که این مشکل متاسفانه وجود داره و ولایی بودن هنوز هم وجود دارد. تحت ولایت کمونیسم چپ ما روشنفکر ایرانی خلاصه دنبال ولی خودش راه میسپرد و نیز تو این هوا بود که شاه امپریالیست است، شاه مصدق رو زده، شاه خمینی رو زده و رفتیم و دیدیم چی شد. راست ما به اصطلاح خودشون میگن چپ، ولی من تحت ولایت اسلام و این تفکر اگر ایدئولوژیک قبول داشته باشه کسی، اون رو چپ نمیدونم. بازی با کلماتی. به هر حال تحت ولای حنیف نژاد جلو رفت
میبینین راه اندیشه بسته است، هنوز هم که هنوز است این بس تابوست، ایران رو نمیشناسیم، نمیدانیم، باور نداریم، هویت ایرانی و ایران شهری رو نمیدانیم که باید فهمید، و چون نمیدانیم نمیتوانیم یک سوسیالیست یا کمونیست اهل درد ایرانی باشیم و مجاهد ایرانی. و این درد متاسفانه هنوز هم برجاست. پس از 43 سال این سال رو بکنیم، آیا ما واقعا باور داریم که از کجا خوردیم و بی‌هویتی ما بود که ما رو به دامان آخوندها انداخت؟ و آیا باور داریم که ما به عنوان ایرانی می توانیم چپ باشیم، مسلمان باشیم، نمیدونم بهایی باشیم، بابی باشیم، کرد باشیم، بلوچ باشیم، ولی شهروند هویت ایران شهری باشیم؟ و اینجاست که ما دیگه نمیریم به طرف یک ولی فقیه. این رو در آغاز من لازم بود که تأکید بکنم، و همینجا یک نمونه بسیار دردناکش رو که هنوز حکایت ادامه داره و به دلیل ضعف، به دلیل ناتوانی در درک و به دلیل ریاکاری برخی. مثلا شما نگاه بکنید، فلان گروه رو میبینیم که شعار میده که نیروهاش، عکس میگیرن داد میکشن مرگ بر اسب ولایت فقیه. خب شعار بدی نیست. اولا ولایت فقیه اصل و فرع ندارد، باید گفت مرگ بر ولایت فقیه در هر شکلی. ولی همین کسی که این شعار رو میده در درون ولایت فقیه دیگر از فرق سر تا نوک پا غرقه. زیرا متاسفانه دو تا مشکل اینجا هست: یک، ولایت فقیه رو نمیشناسه و به دنبال ولی فقیه دیگر در حال راه پیمودنه، و دو، اساساً ذره ای شناخت از تاریخ ایران، از فرهنگ ایران، از شناخت اسلام، از اینکه اصلا ولایت فقیه کجا پیدا شده و از کجا اومده نداره. خیلی ساده، شیعه اثناعشری است، 14 معصوم قبول داده، زیارت میره، سینه میزنه. این رو باز تاکید میکنم، تو کادری که من تلاش میکنم علاقه ای به درگیری با این و آن ندارم. علاقه من این است که کار خود را بر پایه تحقیق انجام بدم و بگذارم برای کسانی که نیازمند روشنایی هستند. ولی طرف میاد شعار میده مرگ بر ولایت فقیه. این رو به این دلیل میگم که توجه داشته باشید که مشکل هنوز بعد از 43 سال بعد از به خاک افتادن در همین گروه و گروه ها، هزاران نفر در زندان ها رو به دار سپردند و به رگبار مسلسل امثال لاجوردی به فرمان خمینی، ولی بعد از 43 سال به اصل قضیه فکر نمی کنند که اون بلا از کجا نازل شد و دوباره با شعار مرگ بر ولایت فقیه به خیال خود می خواهد دموکراسی بسازد، ولی استاد ازل در ولایت فقیه دیگر مسحور است. و آن که میگوید مرگ بر ولایت فقیه، نمیدونه که این نظریه چیست. این نظریه یک نظریه سیاسی است که با تشیع و فقه شیعه گره خورده و پایهاش سفت در غیبت امام معصوم، خلاصه ولی فقیه و کسی که جانشین اوست، حق قضاوت داره، حق صدور فتوا داره، حق دستور کشتن آدم ها رو داره، حق گرفتن وجاهات شرعی رو داره و رسیدگی به همه امور که در فقه شیعه از آغاز این وجود داشته. خمینی بر پایه یک نظریه‌ای که در طول قرنها وجود داشت این رو از تئوری به عمل درآورد. کسانی که میگن مرگ بر ولایت فقیه، نه پیشینه اتحادیه مردم رو میدونن
نه پیشینه فقهی رو میدونند، نه ماجرای غیبت صغرا و کبرا و اون چیزهایی که اون چهار شیخ علم کردند، نه میدانند که کسانی مثل شیخ مفید و شهید اول و محقق کرکی، ملای نراقی روح الله خمینی و غیره این رو دنبال کردند با قرآن و حدیث و بند و بساط و اینا پایاش رو سفت کردند و نمیدانند که حتی یک جهانگرد فرانسوی که در زمان شاه عباس چندین سال در ایران زندگی کرده، شاه عباس دوم، در کتابی منتشر کرده بیش از ما این مسئله رو فهمیده و اشاره میکنه مسلمانان دو دستن، یک دسته بر سر جانشین امام غایب که وجود خارجی نداره، اینو من نمیگم، خود مسلمان هم دی به این رسیدند. دو دستن، برخی از آخوندها و پیروانشون اعتقاد دارند که در دوران غیبت یک مجتهد معصوم باید امور دینی و اجتماعی و حکومتی رو اداره کند، جامعه علوم باشد، منزه از فساد باشد، احاطه داشته باشد بر همه دانش های بشری، شما نگاه بکنید اصلا چه مزخرفاتی. و این چنین دسته دوم معتقدند در نبودن امام حق حکومت به یکی از بازماندگان امام میرسد و این داستان اینقدر پاش محکم بود که حتی پادشاه رو اشاره میکنه که نگران پادشاهان قدر قدرت صفوی که از مردم میترسن. ببینید چیزی که اگر فهمیده بودیم ما و حتی محمد رضا شاه آگاهی داشتن، باید حواسشون جمع میشد که مشکل کجاست و مانند پادشاهان صفوی کوشش میکرد که محدود کنه و جلو اینها رو بگیره. به هر حال تو این زمینه من نمیخوام صحبت بکنم، بحث ولایت فقیه بحثی است که جداگانه باید بحث کرد، ولی میخوام تاکید بکنم داستان ادامه داره. یعنی ما اگر که از بزرگان روشنفکرمون داریم صحبت میکنیم با احترام و ادب و هیچ قصد توهین و اساءت ادبی به هیچ کدام نیست، در برنامه گذشته من از برخی از اونها نام بردم، از آقای دکتر براهنی، از بانوی گرامی همان ناطق، از خیلی های دیگه، از نوشته های مجله فردوسی، از دکتر شایگان و نمونه هایی رو گفتم که اینها که چراغ های به اصطلاح روشنابخش روشنفکری روزگار دهه به اصطلاح آخر دوره حکومت شاه بودند، چگونه کسانی که غرب رو میشناختند، آگاه بودند، چه گفتند در سرفصل انقلاب و چه آرزوهایی رو در پیش رو داشتند، ولی چه شد. و نیز شعر استاد آزرم رو خوندم، شاعری که الان 40 ساله در تبعید، شاعر شناخته شده یه، در دوران شاه نیز چند بار به زندان افتاد، کتابهاش معروف بود در میان دانشجویان، در میان مبارزان، ولی او هم که به شعور شاعران مسلح بود متاسفانه چند بار خمینی رو وصف کرد، زیرا جا یک چیز خالی بود. با اینکه استاد آذر شاعر خراسانی و دنباله روی فردوسی سمبل هویت ملی ماست، ولی نبود تفکر ایران شهری و هویت ایرانی او رو نیز در نفرت از شاه به سرودن وادار کرد. حالا از شاه من نام میبرم. ببینید در اینجا دوستان ارجمند، ما همه کنار هم ایستادیم، از هماناطق، از داروی شایگان، از خسرو گلسرخی، از بیژن جزنی و انبوهی از روشنفکران، حتی بگذارید بگویم احمد شاملو، دکتر غلام حسین ساعدی، چهرهای سیاسی ما، مهندس مهدی بازرگان، دکتر علی شریعتی و غیره و غیره. یعنی اگر من بخوام اسم ببرم باید حداقل 100 تا اسم رو ردیف کنم.
ببینید تو این نقطه نبود هویت ملی، شاه فقید پهلوی آخرین شاه، من به عمد روی کلمه فقید تاکید میکنم تا کسانی که باز هم علاقه دارند وقتی آیند آدم بیان حقایق رو میکنه بگویند سلطنت طلب است، بگویند. حتی او هم در کنار ما ایستاده، زیرا او هم متاسفانه با اینکه جشنهای 2500 ساله رو برگزار کرد و به هر حال عنصر ایرانیت در حکومت او وجود داشت و به نظر من تاکید میکنم محمد رضا شاه ایران رو دوست داشت و علاقه داشت، ولی مقوله هویت ملی و شناخت پدیده ایران شهری که نه تنها میتوانست سلطنت او را از خطر، البته 20 سال 30 سال قبل از شروع میکرد، نجات بده، وجود نداشت و ما همه کنار هم ایستادیم. یعنی مایی که اومدیم فریاد کشیدیم، مرگ بر شاه، درود بر خمینی، روشنفکری که اومد علیه شاه مقاله نوشت، شاعری که شعر سرود، اینجا خیلی تراژدی مضحکه. در کنار شاه ایستاده ایم که او رو نفی کردیم، ولی او نیز متاسفانه مسلح نبود به هویت ایران شهری. و اگر زندگی اون رو نگاه بکنیم، شما نگاه بکنید، آخرین شهریار ایران شیعه بود و مذهبی بود. گفتم همونطوری که من قصد توهین و احصای ادب به هیچ روشنفکر میهنمون رو ندارم، درباره هماناتق و استاد آدم گفتم، به هیچ وجه قصد احصای ادب به محمد رضا شاه رو ندارم. محمد رضا شاه به دلیل جنایاتی که آخوندها کردند و به دلیل کارهایی که خودش در دوره حکومتش انجام داد، با خوب و بدش، الان به قول معروف لطیفه ای ساختن که میگن محمد رضا شاه کسی به خواب دید عینک دودی زده، گفتن چرا عینک دودی زدی؟ خندید و گفت از بس گفتن نور به قبرش ببارد، خلاصه مجبور شدم عینک دودی بزنم. بروید به ایران از مردم بپرسید، حتی از روشنفکران ایرانی برخیشون، ببینید چه میگویند. ولی محمد رضا شاه انسانی مذهبی بود، حال به آداب و شعائر عمل میکرد تا چه حد این مهم نیست، ولی به دلایل مختلف، من بارها تاکید کردم، خمینی به هیچ وجه نتوانست فتوای ارتداد اون رو صادر بکنه، برای اینکه شاه مکه رفته بود، به مشهد می رفت، احترام می گذاشت و در سنت اسلامی هر کسی که شهادته رو جاری بکنه، یعنی به یکتایی خدا و پیامبری محمد تأکید بکنه، مسلمونه و حضور اجتماعی یک مسلمون رو داره. ولی در نوشته های خود شاه هم وقتی ما میخونیم میبینیم که او به طور فردی اعتقاداتی داشته، یعنی او نیز گذشته ایران رو به طور عمیق و واقعی نمیشناخته، به همین دلیل خطر رو احساس نمیکرده و این مهم نیست که تا چه اندازه به مذهب معتقد بوده یا نبوده. به قولی کسانی که بعد هم اومدن سر کار، اینها هم حرفاشون رو نقص کردن، ولی عدم شناخت پدیده هویت ایرانی، هویت ایران شهری، او رو نیز غافل کرد و در صف کسانی قرار داد که علیه او به خیابان ها آمدند و فریاد کشیدند. اینجاست که ما تراژدی رو میتوانیم بفهمیم. بعد از 43 سال تراژدی که واقعا وقتی ما میریم توش میبینیم که ادامه داره. من اینجا دفعه قبل شعر نعمت اعظم رو، استاد نعمت اعظم رو خوندم درباره خمینی، که کسی که به هر حال یک انسان ملی است، یک شاعر ملی است،
خمینی رو امام خطاب میکنه و موقعی میفهمه که از ایران آمده بیرون و سال 62 پادفراه نامک رو یک منظومه بسیار زیبا و قوی است که در دی 62 این رو منتشر کرد در پاریس و حرف دلش رو زد در مقدمه و توضیح داد که چرا در گذشته آنچنان سرود است، ولی بعد از اینکه دانست گفت ای دد پتیاره ای گجستک پرفند، ای دل آزادگان به کین تو در بند، خلط فتاد برونز سینه تاریخ قده چرکین عقده های پس افکند. خطاب به خمینی است. عقده 10 قرن آرزوی خلافت از پیان جنگ های سخت نهاوند، جوشش انبان چرک زخم قرون را از دلان سرگذشت شوم برایند. هیچ نه در چشم بی حیای تو شرمی، هیچ نه در چهره عبوس تو لبخند، هیچ نه حرمت تو را به هیچ حریمی، هیچ نه در باورت تعهد و سوگند. ای دد خونخوار، ای گجستک دشخیم، ای تو به دوران بهین تجسم بیوند، خنده به دوران تو گریخ ز لبها، شه ز بس تلخی تو رفت زهر قند، تشنه خون دمادمی و هماره است دست و دهانت ز خون خلق هنابند، سیر نشد چشمهای تشنهت از خون. الی آخر شعری بسیار بلند، من بعد لینکشو میذارم زیر یوتیوب که بخوانید این شعر استاد آدم رو. ولی ببینید، ما باید در سال 40، در سال 32 به این آگاهی میرسیدیم که این گجستک بر نیاید، ولی در آن زمان او رو سرودیم. یعنی علی رغم این که ما مهر ایران زمین رو در دل داشتیم، ولی شناخت درست تاریخی نه از روح ایران زمین داشتیم و نه از روح اون حکومتی که نمایندش خمینی است و مذهبی که نمایندش خمینی است. حال ببینید، یک کمی عمیق‌تر بکنیم. این شعر رو با همین تلاطم و تنتنه و قدرت به نظر من نخست شاعر ایران دوست ادیب الممالک سروده بود. تازه بر خاک ای درخت برومند، مکسل از این آب و خاک رشته پیوند، مادر توست این وطن که در طلبش خصم نار تطاول به دودمان تو افکند. هیچ اگر هست عقل و غیرت و ناموس، مادر خود را به دست دشمن مپسند. الی آخر که در بیت آخر میگه آتش حب الوطن چه شعله فروزد در دل مؤمن کند به مجمر اسپند. از شعرهایی است که در دوره دبستان دبیرستان به ما آموختند و من هنوز در ذهنم مانده. استاد آذر که ادامه همون ادیب الممالک هاست، با همان زبان نیرومند، با همان قافیه، هم شعر در وصف امام خمینی رو و همون وزن سرود قبل از انقلاب و هم بعد ای دد پتیاره ای گجسته که پرفند رو با همون وزن که بسیار زیباست. ولی ببینید، من بروم روی خودم، من نیز بعد از تجربه خمینی تا سالهای 70، یعنی 13 سال پس از ظهور خمینی، در فضای ایران شهری نفس نمی کشیدم. می گفتم مرگ بر ولایت فقیه، ولی فراموش کرده بودم که ولایت فقیه یک تئوری است، یک اندیشه است که هر لحظه به رنگی بتعیار در آید و جنگ بر سر آزادی نیست، بر سر قدرته. و طول کشید تا این تجربه رو کسب کردم و طول کشید تا بفهمم ولایت فقیه یعنی این که
تو را از زن و شوهرت جدا کنند، از فرزندت جدا کنند، به دستور، به فرمان بگویند تو فردیت داری، توف به صورتت بکنند، تو جنسیت داری، در اون جلسات هولناک. و ما گزیده شده از جنایات آخوندهای پست فطرت و نمایندشون خمینی دست به سلاح برده بودیم که بجنگیم، ولی نه با اندیشه ایران شهری، بلکه باز هم با اندیشه ولایت فقیه. ولایت فقیه شاخدوم نداره. الله رو قبول داری، پیغمبرش رو قبول داری، قرآنش رو قبول داری، تاریخ اسلام رو قبول داری، کشتارهاش رو قبول داری، امام زمانش رو قبول داری، و سال 69 جلسه میذاری که آقا ماجرای امام زمان، جلسات امام زمان که منم حضور داشتم، امام زمان اگه از نمایندش کیه؟ خمینیست یا من؟ و ما پذیرفتیم. و من تو همون دورها بود که هم وزن شعر استاد آذر سرودم برای جناب رجوی: ای شرفت با شکوه خلق بپیوند، چهره فردای میهن از تو به لبخند، ای که به نامت درفش جنبش ایران مانده بر افراشته به بام دماوند، ای ز پیامت به شهر و کوه و به جنگل نسل مجاهد به رزم بسته کمربند، تا که برآر از دودمان ستم دود، صبح رهایی رسد خجسته و مسعود. ببینید تو این بیت خجسته اسم این جنابه، یعنی مسعود، و از نامون گرفته شده. زاد به دامان پاک بازی و عظمت خلق، یکی نسل پاک باز و برومند، جنگلی از شیر و آزرخش که یک سرگشت به میدان روان با زن و فرزند، خفت به دریای خون و باز به پا خواست، خورد به نام شکوه مند تو سوگند، تا که برآرد ز دودمان ستم دود، صبح رهایی رسد خجسته و مسعود، رعد پیام تو بر سریر خمینی صاعقه بارید سرخ و زلزله افکند، و از تو به ایران زمین به پرتو توحید باز درخشید نام پاک خداوند، نام تو فرخنده باد و در پی نامت واژه امید جاودانه پساوند. واژه امید از رجا میاد، از رجوی، تا که برآر از دودمان ستم دود، صبح رهایی رسد خجست و مسعود. و نیز برای همتای اون بانو سرودم: تو در تمامی عالم شبیه خیشتنی، در این شبانه یلدا فروغ انجمنی، امید من به وجود تو نیز زنده بدان، امید زنده در آینه بین که خیشتن الی آخر. ببینید، یعنی بنده همچنان فارغ از پدیده ایران شهری در فضای ولایت فقیه نفس میکشیدم و نمیفهمیدم که بر سرای خمینی نمیشود ساق افکن. تا موقعی اندیشه خمینی رو داری، تا موقعی تاریخ اسلام رو نمیفهمی، تا موقعی که به خودت نمیلرزی که پروردگار تو آدمها رو تو جهنم میسوزونه و ککش نمیگزه و رسولت 700 نفر رو سر میبره و امامت مثل خیار گردن میزنه و کتاب آسمانی تو دستور میده کفار رو بکشید، زنشون رو ببرید به بستر، و 70-80 بار کلمه جهنم رو تکرار میکنه. اینجاست که جنگ قدرت رو باید ترک کرد. جنگ بر سر آزادی است. ما هویت خودمون رو تا نداشته باشیم، مطمئن باشید هزار خمینی، حتی خمینی ماتریالیست هم از درون ایران ظهور خواهد کرد. با تفکر خمینی و امثال خمینی و مخالفان خمینی دموکراسی نخواهد آمد. فقط با یک هویت ملی و شناخت تاریخ ایران و برآمدن یک هویت از درون تاریخ ایران هست که دموکراسی و کثرت‌گرایی در زمینه سیاسی خودشون نشون میده
و دیگه نمیشه رفت و گفت من به خدا پاسخگو هستم. کدوم خدا؟ خدای تو وجود نداره، من انداختمش تو زباله دون. کدوم دیکتاتوری به خدا پاسخ داده؟ بمیرید تا اون دنیا من پاسخ بدم بفهمید. با وجود پدیده هویت ملی نمیشه به زن گفت به صورت توف کن، زیرا پناهگاه داره، زیرا نمونه های تاریخی خودش رو داره، زیرا آرش کمانگیر و اسطوره‌ای رو داره و کاوه آهنگر و ستارخان رو و بابک خرمدین رو و یوتاب رو و کوروش رو که زن آبرادات رو به بستر نبرد مانند یک رسول و پس داد به شوهرش. اگر ما هویت ایران شهری داشتیم و حتی پس از خمینی کسب کرده بودیم، خمینی سقوط کرده بود. میچرخیم دور خودمون برای اینکه نمیدونیم به کجا پناه ببریم و نمیفهمیم و نمیاندیشیم که صف بی‌هویت ایران شهری از مبارزانی که آماج گلوله شدند تا روشنفکری که مقاله نوشت تا شاهی که به او گفتیم مرگ بر شاه، همه کنار هم ایستادیم. درد بزرگ اینجاست. روی این مسئله من خواهش میکنم خوب بیاندیشید. هر انتقادی هم دارید بگویید، من فقط اندکی از بسیار رو اینجا میتونم بگم. خروارها سند وجود داره که ما میتونیم اونها رو بخوانیم و ببینیم که چگونه به این لجنزار افتادیم. من میروم بر سر ادامه کار از برخی از روشنفکران گرامی نام بردم. یادمه که با نعمت آزرم استاد ارجمندم تمام کردم و شعرش که فرمود در رابطه با مدح خمینی سالها قبل: توی آن که اسلام بالیده است و بگیتی که اینک نگر این پدیده امام به حق، ای خمینی که ایران تو را چند سالی است دوری کشیده، بزرگا اماما که بعد از امامان چنان چون تو اسلام رهبر ندیده، زعیما اماما از ایران چه پرسی که سجن بزرگی است در خون تپیده. بگذرم از اینکه ایران سجن بزرگی در خون تپیده نبود، ولی ما میگفتیم. بنده هم در سرودهای زندان مشهد میسرودم: آوید از ملک ایران زمین، قرش خلق ایران به گوش، بر تن و جان اهریمنان لرز افتاده از این خروش. در بند بودم و میسرودم. روی سرودی که استاد حنانه برای جشنهای 2500 سال سروده بود: آید از کاخ شاهنشهان نغمه صلح عالم به گوش، بعد یه وقتی از ستمگران تیر هر کرانه بود، روشن از شهان ما چهره زمانه بود. من این تبدیل کردم: وقتی از ستمگران تیر هر کرانه شد، روشن از مجاهدین چهره زمانه شد. قلب تیرگی درید قرش مجاهدین. همه این کارو کردیم، ولی باید بشناسیم. بریم سر یکی از روشنفکران برجسته ما، یادش بخیر، چندی قبل در سن بالای 90 در تبعید در پاریس تن به خاک سپرد، دکتر علی‌اصغر حاجی جهادی. مقاله نوشت اینطوری: امام می آید با صدای نوح، با طیلسان و تیشه ابراهیم، با عصای موسی، با هیئت صمیمی عیسی و با کتاب محمد. دشت های سرخ شقایق را می پیماید و خطبه های رهای انسان را فریاد می کند. وقتی که امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید، دیگر کسی به خانه خود قفل هم نمی زند، دیگر کسی به باجگزاران باجی نمی دهد. مردم برادر می شوند و نان شادیشان را با یکدیگر به عدل و صداقت تقسیم می کنند. دیگر صفی وجود نخواهد داشت، صفهای نان و گوشت، صفهای نفت و بنزین، صفهای مالیات، صفهای نام نویسی برای استعمار و
و صبح بیداری و بهار آزادی لبخند میزند. باید امام بیاید تا حق به جای خود بنشیند و باطل و خیانت و نفرت در روزگار نماند. ببینید، این یکی از برجسته ترین های ماست. یادش به خیر باد. چقدر نوح رو میشناخت، تیلسانت. ببین تو رویه ها غرقیم، تو احساسات. روشن فکری باید نفس شعور و منطق باشه، مثل روشن فکران اروپایی. ما با احساس حرکت میکنیم. تیشه ابراهیم چیست؟ عصای موسی کجاست؟ هیئت صمیمی عیسی. با عرض معذرت، یک روزه است ولی بر روی صندلی نه منبر. دشت های شقایق سرخ می پیماید و خطبه رهای انسان را فریاد می کند. یه آخوند مرتجع و روشنفکر برجسته مملکت ما، وقتی امام بیاید دیگر کسی دروغ نمی گوید. سراسر مملکت را در دروغ فرو بردند. دیگر کسی به خانه خود قفل نمی زند. در خونه های مردم رو با لگد می شکنند، زن و بچهشون رو می برند. دیگر کسی به باجگذاران باج نمی دهد. به شرق و غرب دنیا در مملکت رو از رود و رودخانش رو می فروشه. مردم برادر می شوند. نان شادیشان رو، کدام شادی؟ اندوه و نکبت سراسر ایران رو فرا گرفت. نانشان را به عدل و صداقت تقسیم می کنند. صفی وجود نخواهد داشت. به دنبال آب مردم صف کشیدند. صفهای نان و گوش، واقعا شما نگاه بکنید. معذرت می خوام. بنده که به قول معروف کسی نبودم. یک مجاهد از زندان رسته‌ای که دنباله رو روشنفکرای مملکتم بودم. تازه منی که به صلاح یک نخی با روشنفکری داشتم. به عنوان یک شاگرد. این روشنفکر ماست. صبح بیداری و چقدر میفهمه این روشنفکر. ببینید، پناه بردن به سنت اینجاست وقتی هویت نداریم، وقتی ایران رو نمیشناسیم. روشنفکر ما با بقال محله تفاوتی نداره. فکر کنم که کمی باید جدی باشیم. آری، باید احترام گذاشت. عمرشان دراز باد، همه 80، 90، 100 سال عمر بکنند، اگرچه در تعبیر غمناکه. ولی یک انتقاد از خود که آقا من اشتباه کردم، مثل خانم هما ناطق. نمیفهمیدم، هیچی نمیفهمیدم. تمام آرزوها و آرمانهای روشنفکر قرار به دست خمینی تغییر پیدا بکنه و در حقیقت این جناب تبدیل میشه به یک اسطوره‌ای که جهان رو میخواد سامان بده و بهش رو ایجاد بکنه. از دکتر برهانی گفتم که دست بیان یک درده. وقتی میگم شاه کنار ما ایستاده، کنار محمد علی‌نژاد، کنار نمیدونم بیژن جزنی، کنار خسرو گلسرخی، آری همدیگه رو کشتند. در جوخه اعدام زمان شاه بود که بر سینه جزنی شلیک شد. ولی کمی بریم عقبتر، کمی بفهمیم. و الان اگر کسی درتون وادی قدم میزنه، دیگه زیر سبیلی رد نکنیم که در 10 بهمن 57 روشنفکر ارجمند رضا براهنی در روزنامه اطلاعات آیت الله خمینی را بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران، مشروع ترین رهبر یک مملکت میخواند و مینویسد: حضرت آیت الله العظما روح الله خمینی، مبارز بزرگ انقلاب ایران و رهبر عالی قدر شیعیان جهان، پس از سالها تبعید اینک اراده کردند که با آغوش مردم خیش بازگردند. مبارزه حضرت آیت الله با شاه، استعمار، دیکتاتوری و استثمارگر خارجی در ایران آنچنان عموم مردم ایران را از کارگر و روستایی و بازاری و خیابانی و دانشجو، محصل، زن، مرد، پیر، جوان، پزشک، مهندس، روشنفکر، استاد دانشگاه، نویسنده مطبوعات و شاعران و هنرمندان از خود بی خود به هیجان زده کرده است. چون چیزی نمیفهمیدند که هیجان زده شدند. روشنفکر نبودیم ما که بدون تردید میتوان گفت که اینک بزرگترین استقبال تاریخ جهان در شرف قوام یافتن و وقوع پیدا کردن است.
مردم ایران با آرامش تمام از کلیه شهرها و دورترین قصبات و روستاهای کشور به پایتخت روی آوردند، درسته، تا بلکه از نزدیک چهره مبارز بزرگ ایران را ببینند و درودها یک آخوندی که از اعماق عبای کرکی در اومده و آخوندهایی که اگر سواد تاریخ خواندن تاریخ اسلام با آخوند را داشتن میفهمیدند که چه پوستی از سر مردم در طول تاریخ کندن، اسمشو نمیذاشتن بزرگترین مبارز تاریخ ایران. شرمنده برمان یک پیروه روشن فکران اون روزگار و به عنوانی که خود من نیست این چنین بودم، آمدن تا از نزدیک چهره مبارز بزرگ ایران را ببینند و درودها، تهنیتها و سپاس های پاک و بیشابه خود را نثار قدوم این بزرگ مرد تاریخ اسلام ایران بکنند. با آمدن او ایران سرانجام پا به مرحله‌ای خواهد گذاشت که در پایان آن فقر، افلاس، خفقان، برشکستگی، نومیدی، آزمندی و حرص سرمایه‌داران از میان برخواهد برخاست و ایرانی از هرج و مرج اقتصادی، بی‌نقشگی حکومتی بیبر. ببینید هیچی نمی‌فهمید. متاسفم. آخه پشت این قضیه من هم چیزی نمی‌فهمیدم، ولی من کسی نبودم اون زمان. مسئولیت من بعد از اونه که چرا 14 سال بعد از اونم نفهمیدم تو سال 72. ولی آخه این چجوری میگه که با این مردم با چه نگاهی؟ اصلا اقتصاد میفهمه؟ کنترل جامعه رو میفهمه؟ هرج و مرج اقتصادی رو میفهمه؟ همه ما قلم به دست گرفتیم، سبیل هامون درشت و زیبا، ریش هامون قشنگ، مورد احترام مردم، شروع کردیم انشا نوشتن. ما مسئولیم و یک انتقاد از خودمون نمی کنیم. اینجاست که من میگم که هی به گردن شاه انداختن اینا چیست؟ آری شاه رو تا میتوان نقد کنید، ولی اینا واقعی است یا دروغه؟ اینجاست که من به خانم مناطق واقعا درود میفرستم، برای اینکه واقعا باید نقد کرد، حرف زد، شهامت ناطق رو داشت و خود رو نیز نقد کرد. ما خمینی رو نقد کردیم، آره، همین روشن فکر بسیار عزیز ما، یادش گرامی باد، ده ها صد ها مقاله نوشت علی خمینی، ولی جای یک چیز خالیه. اینا موقعی مهر میخوره که ما یه نقد درست، نه در ستایش محمد رضا شاه و رضا شاه، لازم نیست اونا رو ستایش بکنیم، از خودمون بکنیم که آقا ما تو سال 57 با ریش و سبیل و احترامات فائقه و تعظیم مردم در مقابلمون چنین چیزهای یاوری رو سرهم کردیم، ریختیم توی چیز. بنابراین بیان بکنیم ما نمیفهمیدیم. شعار کمونیست ما، سیاوش کسرایی، عضو کانون نویسندگان، گویا ملاقاتی میکنه با اعضای کانون، شعر شاعر کمونیست ماست. ببینید اینجاست که میگم که چپ کمونیست ما با چپ مذهبی ما به اصطلاح، ببینید هر دوشون با سر مجبورن برن به طرف سنت، برای اینکه هویت ایرانی ندارن. خطاب به خمینی است کسرایی: دارمت پیام ای امام، که زبان خاکیانم و رسول رنج، بر تو هم درود و بر تو هم سلام، آمدی خوش آمدی، پیش پای توس ای خجسته ای که خلق می کند قیام، حق ما بگیر، داد ما برس، تیغ برکشیده را نکن به خیره در نیام، حالیا که می رود سمند دولتت بران، حالیا که تیغ دشنه تو می برد بزن، بزن افسرهای ما رو دهتا دهتا مظلومانه به رگبار مسلسل ببند،
و بکشون. کسی که مظلوم آرش کماگیر رو گفته که از یاد نخواهد رفت ولی از هویت ایرانی و ایران شهری خالی است و نماینده تفکرش بیرون از مرزهای ایران است در شوروی. نویسنده ارجمند دیگر ما که عمرش دراز باد، آدمی است بسیار باسواد، جناب باقر مؤمنی، چندین زبان رو میدونه، تحصیل کرده است، مترجم خیلی خوبی است، فردی قابل احترام. ولی توجه بکنید، من از یک درد دارم صحبت میکنم و نقد یک درد. همه ما باز هم تاکید میکنم تو یه صف ایستادیم، هویت ایران شهری ما نداریم، هویت ملی نداریم. بنابراین در حزب نفرت وقتی هویت ایران شهری و ایرانی نیست، از تاریخ واقعی بیخبر هستیم و حتی نفرت داریم ازش، به طرف سنت میریم. آخوند خیمش برپاست. در بهار 58 در روزنامه آیندگان شماره 3453 20 اردیبهشت 58 صفحه 2 اشاره می‌فرماید تنها کار انقلابی که الان در مملکت صورت می‌گیرد اعدام است. هیچ کدوم از همین نیستن. احسان طبری چهره فرهیخته حزب توده که برای تحت فشارم بود، این اصلا طرف تو کمونیستی، ماتریالیستی، مارکس رو میشناسی، لنین رو میشناسی، نمیدونم ده ها نویسنده و شاعر رو معرفی کردی، ولی فقط ریش و عبا کم داره. در مجله دنیا شماره 3 سال 1158 ببینید، دقت کنید، روح آموزش قرآن با خردگرایی سازگار است. شاعر، مترجم، نویسنده کمونیست ما و اسلام نوین انقلابی که در وجود امام خمینی مظهریت می‌یابد و سنن دموکراتیک اسلام مانند شورا و بیعت و اجماع و بینش توحیدی به معنای ایجاد امت واحد انسانی، رها از امتیازات و تقابل طبقاتی و ملی و نژادی، همه با اندیشه سوسیالیسم قرابت می‌یابد. حالا خدا پدر خسرو گلسرخی رو بیامرزه که یکم کوتاه اومد. آیا چی می‌فهمه؟ اسلام نوین انقلابی در وجود امام خمینی، سنن دموکراتیک اسلام. ایشون کلی درباره تاریخ سربداران و غیره نوشته، درباره اسلام تحقیق کرده. یک بار تو طول تاریخ ندیده کجا دموکراسی اسلام اعلام کرده. در جنبش سربداران که 11 تاشون هم دیگه ترور کردن، در جنبش علویان که در گرگان دست و پای 2000 نفر رو برید، اون رهبر اولیه، بیعت، اجماع، شورا، پوسته هایی که پر از استبداده، بینش توحیدی به معنای ایجاد امت واحد انسانی، انترناسیونالیسم واقع، میهنی وجود نداره که، یه مقدار نزدیک تفکر. بعدش پیشبینی میکنه در دنیا شماره 3 سال 58، سده 15 هجری میتواند سده نوزایی بزرگی برای اسلام باشد و انقلاب محمدی را در سطحی بالاتر تجدید کند. اینها نوزایی داره دیگه، داعش و القاعده و نمیدونم بوکو حرام و اینها زاییده، اتفاقا چنقلو هم زاییده. ببینید ماجرا این چنین است دوستان. و باید درنگ کرد. آری، من حرف دوستان رو قبول دارم که میگن سال 57 درنگ بکنیم، برای اینکه حکایت بسیار تلخه. ما چه کسانی رو داریم توی مملکت؟ چه کسانی نمایندگان تفکر روشنفکری ما بودند در این سرزمین و هنوز هم در ابرها سیر میکنند؟ کسانی که در تبعیدند، چند تاشون به نقد کشیدند خودشون رو. ما اگه خودمون رو به نقد بکشیم، به نظر من اولین خشت های یک اتحاد و یک همبستگی فکری فرنگی ملی رو حول
یک چیز خوب خواهیم داشت. ولی این کارو نمی کنیم. نه تنها نمی کنیم، بلکه بیشتر اون میگیم نه کار ما درست بود اون موقع. هنوز هم، چون میخوایم فرار بکنیم. ببینید، روزی 1000 بار خدا بیامرزی باید به شاه بدن کسانی که انتقاد نمی کنن. برای اینکه تمام خرابکاری هایی که خودمون کردیم به گردن شاه داریم میندازیم. آری، شاه رو سرنگون بکنید، ولی اینطوری یه آخوند جنایتکار رو بیاری سر کار، بعدش هم حاجی حاجی مکه همه بیاریم تو خارج کشور اینجا یکی یکی بمیریم. موقعی زیبا بود اینها که ما شاهد بودیم که یک حکومت دموکراتیک حداقل 1 متر جلوتر از شاه، بهتر از شاه در ایران ایجاد بشه. آخه این وصف ها رو آدم وقتی میخونه ذره ای خرد و تعقل و منطق سیاسی توش نیست. بیشتر شبیه یک انشای واقعا که برای که معلم آدم خوشش بیاد همه چی رو به هم دوختیم و این چنین برجسته ترین روشنفکران ما دارن صحبت میکنن. من تأکیدم بیشتر روی واقعا مسئله هویت ملی است. اگر که تأکید میکنم یا گاهی دچار احساسات میشم موقع خوندن مطالب، برای فهم مطلبه و نه اینکه بخوایم کسی رو آزار بدیم یا توهین بکنیم، برای اینه که روی اینا فکر بکنیم، برای اینکه بدانیم که چرا شاعر آرش کمانگیر میگه تیغ بکش و بزن و هنوز چند تا از گروه سیاسی و اعدام‌های افسران ایرانی رو محکوم کردن. این چه دادگاهی است با خلخالی؟ یک کمی انصاف به خاطر خودمون، نه به خاطر برکشیدن شاه. شاه نیازی نداره، رفت. من 2 سال فعالیت کردم، فعالیت براندازی دوره محمد رضا شاه، دستگیرم کردند، چند شبی نواختند، دندانی رو شکستند، ولی وقتی بازجویی تموم شد کسی نگفت که بکش تیغ را از نیام و سرش را ببر. بردن دادگاه، وکیل معرفی کردند. رئیس دادگاه من سرهنگ بود به اسم سرهنگ آقلر. منتظر بودیم، چایی دادن، قهوه دادن، شیرینی دادن. دادگاه اول اتهامات رو گفتن، محکوم کردن 6 سال. دادگاه دوم وکیل از من دفاع کرد. معلوم بود که علاقه ای ندارن که زیاده. 2 سال کردن. حال همونطوری که از نوشته های مصداقی، از کتاب مصداقی هی کد میارن که مصداقی یک بخشی، مثلا مصداقی گفته که از زندان که پیاده شویم حاج فلان به ما گفت سوار ماشین شو، مثلا ما رو برد یه جای دیگه، فقط این قسمت ماشین شو میگیرند پشت هم میکنن و بعد ادامه میدن. آره با این ماشین رفتن مثلا یکی رو لو دادن. حالا خوبه در رابطه با منم بگن که بگن آقا این دادگاه اول 6 سال گرفت، ما دادگاه دوم چون وکیل دفاع کرد و اینم کوتاه اومده، مزدور شده، اطلاعاتی شده، نفر لو داده، 2 سالش کردن. بدبختانه 6 ماه بعد وقتی که عموی من، چون آدم متنفذی بود، یادش بخیر، منصور یغمایی، رفته و سراغ هویدا و از اون یه نامه گرفته بود منو آزاد کنم بعد از 6 ماه بدون تعهد. من گفتم نه، میمونم حبسمو میکشم. هرچی اصرار کرد سر شیخ که بابا جان ما میخوایم ولت کنیم برو، ما نرفتیم. به هر حال بگذرم، من میخواستم مقایسه زندانهای شاه رو با یک عنصر به قول خودشون برانداز و ضد امنیتی و به قول ماها سیاسی، با نگاه شاعری که نویسنده شاعر آرش کمانگیر که تیغ را بکش تو از نیام بزن بکش، نوبت خودشم شد، نوبت خود بنده هم شد، یا نویسنده ارجمند آقای باقر مومنی،
اعدام های انقلابی رو. کجای کار بودیم ما؟ از این حجم بزرگ من بگذارم، بریم به اصل مسئله. ببینید، بی‌هویتی، به شدت بی‌هویت بودیم. حتی موقعی که در مسکو بارون میبارید، ما چترامون رو تهران سرمون میگرفتیم به احترام پدران عقیدتی، زیر عبای حضرت امام خمینی بودیم. البته مسکو تایید میکرد، برای اینکه در جدال بین شرق و غرب، شاهی که گرایشش به طرف برحال غرب بود باید برود، باید کوبیدش، باید افسراشو کشت. براش مهم نیست که تو ایران، براش مهم نیست که وقتی هویت ایرانی نباشد آدم مزدور میشه، مزدور انقلابی. و اینجاست که با تمام قوا باید این هویت رو شناخت، شناسان، ازش دفاع کرد، پاسف کرد روی تاریخ ایران با خوب و بدش، روی اقوامی که بر این سرزمین زیستن دست در شانه هم. و این هویت میتونه ما رو با هم نگه داره و سرزمین بزرگ ما رو از بلوچ بلوچستانی و کرد کردستانی و عرب خوزستانی و قشقایی فارسی و آن که در اصفهان و یزد و کرمان میزید دست آغوش کند که تا کنار هم بایستیم با هویتی نو. و در این هویت است که آن وقت سوسیالیست ما ایرانی است، کمونیست ما ایرانی است، پان ایرانیست ما ایرانی است، مشروط خواه ما ایرانی است و حتی مسلمان ما ایرانی است و عرب ما ایرانی است. پس درد رو بفهمیم و اشتباهات رو بررسی کنیم و به نقد بکشیم. و من در برنامه بعد باز هم خواهم گفت، برای من بنویسید نقدهای خودتون رو، اگر اشتباهی هست یادآوری کنید و اگر نقطه قوتی هست تأکید کنید تا بیشتر با آن بپردازم. با امید این که بتوانیم پیش از رفتن و به قول شاملو پیش از عبور از آستانه‌ای که باید از آن عبور کرد و فقط خاطره و کارکرد خود رو برای نسل امروز و آینده به جا بگذاریم، بتوانیم مفید فایده شویم. درود بر همه شما، درود بر همه هممیهنان عزیزم و باز هم درود بر مردم دلاور خوزستان و خیزش اونها در مقابل حکومت پلید ولایت فقیه. با امید دیدار دیگر و صحبتی دیگر، پیروز باشید.